جالبه، میخوام بدونم شما چطور مثلا فعالیت هنریتون از کی آغاز کردید؟ کی از ایران خارج شدید؟ بخواید بیشتر از خودتون تعریف کنید، ما شما رو همیشه در تلویزیون می‌بینیم. دلم به تاب داب افتاد. نگو که لبم آب افتاد. دلم، من سال اولین آرتیستی بودم که از ایران سال 71 1971 که 43 سال پیش میشه، قبل از انقلاب من و سوسن، خدا رحمتش بکنه، من و سوسن اومدیم آمریکا برای یک ماما رو دعوت کردن، برنامه داشتیم. زمانی که من اومدم اونجا بچه های من 1 ساله و 2 ساله بودن، خیلی کوچیک بودن. من دیدم این برای بچه ها اونجا دارن تو آمریکا بازی میکنن، بالا میپرن، پایین میپرن، فلان میپرن، همه موها بلوند و شیک و قشنگ و اینا. گفتم من باید بیام آمریکا. رفتم ایران سال 72، یعنی 4 ماه بعدش، برای خودم، مادرم، بچه ها، مینا ویزا گرفتم و برداشتم، اومدیم آمریکا. اومدیم آمریکا، در نیویورک 8 سال زندگی میکردیم، در کاباره درویش، در کاباره شکوفه نوعی اون موقع. خانم گوگوش هم اونجا بودن، خانم هایده مهمون میومدن، آقای ستار مهمون می اومدن. اون موقع هیچ هنرمندی در آمریکا نبود. خانم سوزی آشار بودن کابره داشتن؟ نه، ایشون هم نبود، فقط در لس آنجلس آرتوش بود. ما در نیویورک اصلی، آرتوش که اصلی، باریکلا، ما در اونجا کار میکردیم. بعدن یواش 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 بعد از اینکه 8 سال در نیویورک بودیم، آقای احمد مسعود صاحب کابره تهران در لس آنجلس اومدن من و آقای ستار رو دعوت کردن، بردن لس آنجلس. همون لس آنجلسی بود که ما رفتیم، هر چی داشتیم نداشتیم تو نیویورک فروختیم به ارزون ارزون رفتیم. البته من به شما چیزی بگم، امیدوارم که الان در نیویورک هم صدای ما رو بشنون. در داریم شنوندن و این ساعت 8 صبح نیورک بیدارن، همشون بیدارن. 7 صبح بیدارن. امروز جمعه است، جمعه شبات دیگه. بله، سوئیس و اینا وقتی زنگ میزنن، بله، مانیشما اینو میخوام یاد بگیرم. بعد در نیویورک بسیار یهودیای خوب داریم، بسیار جویشای خوب داریم که ما رو پروتکت کردن. بچه های من 1 ساله و 2 ساله بودن. این نازنینا، زمانی که من رفتم لس آنجلس، بچه های منو عین گل نگه می داشتن، چون من مادرم رفت ایران بچه ها رو بیاره، خواهر برادران بیاره، ولی این عزیزان به بچه های من می رسیدن. از اون زمانی که من به شما چیزی بگم، دختر من الان دکتر ریسرچه، تمام توی بیمارستان خیلی بزرگ کار میکنه. پسرم یه زن آرژانتینی داره که چیز میکنه، این لون میگیره برای کسانی که خونه میخرن. بعدن 2 تا خواهرزاده دارم که اصلا پدرشون رو ندیدن، در ایران اعدام کردن، من بچه ها رو بزرگشون کردم. واقعا تو خیلی بزرگ بودی. واقعا جدی میگم، من خودم میگم واقعا. نه واقعا میگم تو خیلی بزرگ بودی. ولی من 2 تا بچه خواهرم رو بزرگ کردم که الان ماشاءالله 31 سال و 32 سالن که شغلای بسیار بسیار مهمی در دولت آمریکا دارن. آفرین. و یه بچه آداپت کردم، 1 ساله بوده، پدر مادرش نبودن، من آوردمش بچه رو، الان 16 سالشه. بالاخره خیلی زحمت کشیدم تو زندگی. من روزا کار دکور میکردم، شبا کار کاباره میکردم. یعنی از همون ایران شروع، از خود ایران شروع کردید؟ از ایران، من خودم خوانندگی با من ایران، به شما ایستی بگم، من بزرگترین کاباره های ایران مثل شکوفه نو، مثل کارا و اینا برنامه داشتم. مثلا برده فروشی، یه برنامه داشتم به نام برده فروش ها، زنها رو می آوردم تو، من می اومدم ایوها ناس اهلا و سهلا از این چیزا، حالت تئاتر و موزیک، تئاتر و موزیک و اینا بود. خیلی من این زنها رو حراج می کردم. اون موقع هم میگید که می رقصی در رقص دارم، اولا می کردم، من دونه دونه می گفتم رقاصی دارم از لبنان، مثلا اینطوری می رقصد اینا، شوی قشنگی ده دیم مثلا 10 دینار. یارم گفت خودت چند؟ مردم معمولی رانی جان که تو کابره نشسته بودن از اونا میپرد چند قیمت میگرفتن، یعنی با مردم در رابطه بود. رانی جان با من از اولین روز برنامه هم که تقریبا الان 60 سال شروع شده با مردم بودم. من در ایرانم
در کابارهای خوب کار میکردم، تئاتر نصر کار میکردم، با دلکش کار کردم، با پوران کار کردم. اون موقع خواننده‌ای که الان هستن نبودن هیچ کدوم. الهه بود، دلکش بود، پوران بود، گوگوش خیلی کوچولو بود، 3-4 ساله بود، 5 ساله بود. بعدن جمیله بود و آقای ویگن بود، خدا رحمتش کنه، قاسم جبلی خدا رحمتش کنه، اینا همه منوچهر شفیع خدا رحمتش کنه، همه رفیع ما موندیم، همه خدا رحمت شهنازمون سر همه رو خورد. خدا رحمت